مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. دیروز با شکست در برابر مالدیو بیننده مهمترین ها از یک هستین سرخط خبرها. هشدار ریاست جمهوری از تقلب در انتخابات. محمد یونس قانونی میگوید امنیت نه بل تقلب بزرگترین چالش در انتخابات پیش رو خواهد بود. پرداختن به موضوعات زبانی خیانت ملی است. عبدالله عبدالله بر وحدت ملی و یک پارچگی مردم تاکید میکند. تیم تحول و تداوم بر معافیت مالیه بر مواد خوراکی و توزیع کوپون به کارمندان تاکید میکند. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی به مردم هرات وعده صنعتی ساختن این ولایت را می‌دهد. و انتقاد شدید مردم از تناقض‌گویی‌های کمیسیون مستقل انتخابات درباره فهرست کارمندان دولتی که در انتخابات مداخله کردند. شانه نورزاد ابراهیمی تا نیم ساعت دیگه با مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما هستم. در بخش ورزشی با من ادریس تیموری باشید. معاون اول ریاست جمهوری هشدار میدهد که امنیت نه بل تقلب و مهندسی در آرای مردم در انتخابات یک نگرانی بزرگ است. محمد یونس قانونی شفافیت انتخابات را شرط اساسی برای مشروعیت و پذیرش نتایج این روند میداند. آقای قانونی تاکید میورزد که نهادهای امنیتی دیروز در کاخ ریاست جمهوری تعهد سپردند که امنیت دور دوم انتخابات به گونه بهتر تامین خواهد شد. با اما کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است هر جایی که امنیت تامین نشود، این کمیسیون صندوق رای دهی در آنجا نخواهد گذاشت. ولی آریانو جزئیات بیشتر. فاصله زمانی برای برگزاری دور دوم انتخابات تنگتر شده می رود و نگرانی ها و چالش ها در برابر این روند هم بیشتر مطرح می شوند. چالش هایی که ممکن است انتخابات را سخت به چالش بگیرند. امنیت هم بخشی از کار برای شفافیت و سرتاسری بودن انتخابات دانسته می شود. امنیت برای ما بسیار مهم است. پالیسی کمیسیون امنیت است که در جایی که امنیت نباشه ما انتخابات نمیکنیم. و در اونجا ما صندوق نمیگذاریم. به خاطر که در جایی که امنیت نیست، امنیت تامین نشه، اونجا تقلب صورت میگیره، اونجا تخلف صورت میگیره، همه کار صورت میگیره. بنان پاک کردنش باز برای کمیسیون بسیار دشوار است. دیروز نهادهای امنیتی در نشستی در کاخ ریاست جمهوری تعهد سپردند که امنیت دور دوم انتخابات بهتر از پیش تامین خواهد شد. اما نگرانی ها از چیز دیگری است. الحمدلله که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امتحان مثبت خود را در انتخابات 16 حمل سپری کردند. از این لحاظ هیچ تشویشی وجود ندارد. اگر یک تشویش وجود خواهد داشت و این خواهد بود که باز تقلب و مهندسی در انتخابات سرنوشت آرای مردم افغانستان را تحریف و اختطاف نکند. این بار بیشتر از هر زمان دیگری تاکید بر شفافیت و عادلانه بودن انتخابات است. از کاخ ریاست جمهوری تا نمزدان و شهروندان کشور همه همین مسئله را میخواهند. دیروز هم بیشترین نگرانی که ابراز شده ای بود که شفافیت انتخابات شرط اساسی برای مشروعیت و پذیرش نتایج انتخابات خواهد بود. از این لحاظ انتظار ما و توصیه ما به کمیسیون های انتخاباتی هم ای بود که با استفاده از اشتباهات انتخابات 16 حمل در رفع نواقص تکنیکی و غیری انتخابات کوشا باشند. این دور انتخابات سرنوشت کشور را رقم خواهد زد. این مردمان افغانستان هستند که بار رفتن به پای صندوق‌های رای آینده کشور را می‌سازند. از همین رو هر شهروند واجد شرایط رای‌دهی در کشور با ریختن یک رای باید در رقم زدن سرنوشت افغانستان سهم بگیرند.
دکتر عبدالله عبدالله حکومت را در 13 سال گذشته به نارسایی به پرونده های قتل های زنجیره‌ای متهم می سازد. آقای عبدالله در نخستین سال روز یاد بود از کشته شدن محمد رسول محسنی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات تامین امنیت، صلح و نیز حاکمیت قانون در کشور از اولویت های کاریش است. سلیمان مستمند با جزئیات بیشتر. عدم رسیدگی به پرونده های قتل های زنجیره‌ای و جلوگیری از این گونه ترورها در کشور انگشت انتقادها را بر حکومت بیشتر دراز ساخته است. محمد رسول موسینی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان هم در چنین رویداد یک سال پیش کشته شد. شورای ملی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در نخستین سال روز یاد بود از کشته شدن آقای موسینی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان حکومت را در کار رسیدگی به این پرونده ها ناکام می داند. نرسیدگی به پرونده شهدا، نرسیدن به پرونده شهدا یکی از مسائل است که یکی از حق است، از حقوق است که شهدای ما بالای ما و بالای دولت افغانستان داشته و دارد که تا به حال متاسفانه در هیچ مورد یک جواب واضح و روشن نداشتیم. در این میان معاون اول ریاست جمهوری کارنامه های رسول محسنی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان را می ستاید و حکومت را در عدم جلوگیری از قتل های زنجیره ای سخت به باد انتقاد می گیرد. دیانت، شهامت و تندوستی مردم افغانستان خاصتا نخبگان است که امروزه در کنار شما نیستند و پیوسته در مراسم فاتحه و یا سالگشتشان شرکت می کنیم. حقیقت دردآور دیگری هم وجود دارد و آن این است که ناتوانی نهادهای دولتی ما در جلوگیری از این سلسله قتل‌های زنجیره‌ای تا 13 سال گذشته در افغانستان است. در اینجا بر شفافیت انتخابات بیشتر تاکید می شود و نگرانی ها هم بیشتر از مهندسی شدن نتایج ها را است. اما آنچه که من شخصا خودم نگران هستم ایست که حلقاتی در داخل دولت دست به کار است و این ادامه بازی های سیاسی داخل ارگ همچنان ادامه دارد. توجه داشته باشیم که خدای نخواسته حق مردم افغانستان اینا ازشان نگیرن و سلب نکنن. زمان کمتر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما انتقادها و نگرانی ها از چگونگی برگزاری این روند هنوز هم پا بر جا است. افزایش ناامنی چالش دیگری که می تواند مشروعیت این روند را زیر پرسش قرار دهد. اما دیده شود که نهادهای امنیتی در این دور انتخابات می توانند حماسه آفرینی کنند و به کامیابی این آزمون را سپری کنند یا نه. دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید در صورت پیروزی در انتخابات هرات را به یک مرکز بزرگ صنعتی و تجارتی در صدر کشور مبدل خواهد کرد. او همچنان از رقیب خود دکتر عبدالله عبدالله میخواهد که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات همگام عمل کنند. دکتر شفقانی احمدزی که در میان هزاران تن از هوادارانش در شهر هرات سخن می گفت تاکید ورزید که ساخت جاده کمربند بادغیز و کریزی جاده مرکزی کشور در صدر برنامه هایش قرار دارد و نیز در بادغیز بندر تجارتی ایجاد خواهد کرد. او تاکید می کند که در صورت پیروزی هرات را به مرکز صنعت و تجارت کشور مبدل خواهد کرد. این نامزد ریاست جمهوری که نخستین سفر خود را در دور دوم پیکارهای انتخاباتی از ولایت هرات آغاز کرده است، انتخابات پرتقلب را ناپذیرفتنی می‌داند و از رقیبش دکتر عبدالله عبدالله می‌خواهد که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تلاش مشترک کنند. پیکارهای دور دوم انتخابات در حال شدت گرفته است که دست کم 14 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. انتخاباتی که میان دو نامزد برگزار خواهد شد.
دامن زدن به تعصبات زبانی خیانت ملی است. دکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری با بیان این مطلب بر وحدت ملی اقوام افغانستان با فشاری داره. او همچنان میگوید اگر پیروز شود مغرور نخواهد شد و خدمتگزار مردم کشورش خواهد بود. قیام نوری با جزئیات بیشتر. باشندگان پکتیا هستند. با بزرگ قومیشان امان الله زدران زیر سقف آمدند تا از تیم اصلاحات و همگرایی پشتیبانی نمایند. دکتر عبدالله اما بر وحدت ملی قوام خرد و بزرگ کشور پافشاری دارد. دلتا زنی ملی قومی شخصیتون اشتون لری نمی نخلم و رز تیری جنه چور تاستازی رازی او تاسو دلتا هم داناست مشران چی دی دوی هم شاهد دی دیده خبری دلی زی خبری کوي او وای چې تاسو راشین مشته ولی د څه دپاره دلته د پښتو او فارسی مسله ده دغه مسله راپارول خپل ځان یو ملي خیانت. پس از به خاطر رسیدن دکتر عبدالله میگوید فروتن و شکست نفس باقی خواهد ماند و خدمتگزار به مردمش. د بریان وروسته غرور نکو، کبر نکو، زانزانی نکو، زان ده پاره شی نغواړو او د خپل زان د خپل فکر د خپل توانه چې شی کوو هغه بیا د افغانانو په خدمت په کار اچوو. گل آقا شیرزای از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی هم این گونه از اشرف غنی احمدزی انتقاد میکند. دیو ډیر غلط بیان وکړي چې هغه د ده پاره چې دی و ځان ته متفکر وایي خو بدبختانه نه دی. که دی متفکر وایي دی هوښیار وایي ده به د پښتو او فارسی خبرې نه کولی. در بلخ نیز عالمان دین گرد آمدند و از دکتر عبدالله اعلام پشتیبانی کردند. میگویند دکتر عبدالله مجاهد است و قابل اعتماد. باور داریم که به تاریخ 24 جوزا با اشتراک وسیع خود مردم ما در همکاری با علمای کرام ما پای صندوقهای رای خود رفتند و به تیم اصلاحات و همگرایی رای خود دادند و این رایشان موجب پیروزی این تیم خواهد شد. پیکارهای انتخاباتی دور دوم انتخابات چند روزی می شود که آغاز شده، اما تا هنوز دو نامزد پیشتاز در یک مناظره تلویزیونی به مساف همدیگر نرفتند تا در این دور جزئیات برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعیشان را به مردم توضیح دهند. اگر تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی پیروز انتخابات شود، مالیات بر مواد خوراکی از بین می رود. احمدزی و مسعود عضو همین تیم می گوید برای اینکه مسئولیت اقتصادی برای طبقه نادار کشور ایجاد شود، تیم تحول و تداوم مالیات را بر مواد غذایی وارداتی از میان بر می دارد. باز هم قیام نوری جزئیات می دهد. زیر این سقف شمار از محرومترین طبقه کارگر کشور گرد آمدند. آموزگاران برخی از مکتب‌های شهر کابل قرار است به پای سخنرانی احمدزی و مسعود بنشیند، یگانه چهره تاجیک شناخته شده در تیم تحول و تداوم. محور اصلی بحث این نشست وعده‌ها برای آموزگاران کشور بود. احمدزی و مسعود میگوید اگر تیم تحول و تداوم پیروز شد، نظام کوپون را برای آموزگاران دوباره فعال می‌سازد. برای کارمندان دولتی و بخصوص برای معلم صاحبان، اگر خدا خواست که ما موفق شویم به اینکه واقعا یک نوع امنیت اقتصادی را اینا احساس بکنند، تصمیم داریم تا کوپون که شامل مواد غذایی، آرد، برنج، روغن و شکر و چای است. بیش از 50% مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. آنهایی که کمتر از 50 افغانی در روز درآمد دارند، اما نرخ‌های مواد غذایی سر به آسمان می‌زند. برای حل این موزل چه کاری می‌شود کرد؟ یکی از پیشنهادها این است. ما هر آنچه طبقات پایین اقتصادی جامعه ما به اون نیاز داشته باشه، خود بخصوص مواد غذایی، مالیه را بالای از اونا از بین می‌بریم تا قیمت مواد غذایی در تمام مارکت ها و در بازار پایین بیاید تا مردم غریب و بی‌بضاعت کشور ما قدرت خرید مواد غذایی را داشته باشد. در پایان این نشست برای شما از شرکت کنندگان مواد غذایی هم توزیع می شود. مزی کمک خوش هستم از همیت. شرایط مساعد کردن که بر ما کمک کنند و ما از اونا بسیار تشکر می کنیم. هر دو نامزد پیشتاز در این شب روز بیشتر به مردم وعده های چرب و دلگرم کننده می دهند. اما این که شعارها و وعده ها عملی خواهند شد یا نه، هنوز باید کم زمان بگذرد تا روشن شود.
کمیسیون مستقل انتخابات نباید اذهان مردم را مخشوش سازد. گفته های ضد و نقیض کمیسیون مستقل انتخابات و اداره امور درباره فهرست مقام های دولتی که در انتخابات مداخله کردند، انتقادهای جدی شهروندان را به همراه شده است. آنها تاکید دارند که اگر چنین فهرست وجود ندارد، نباید کمیسیون مستقل انتخابات با مردم دروغ بگوید. از سوی هم یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از این فهرست اظهار بی‌خبری می‌کند. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر این نگرانی ها. شاید از خبرهای جالب انتخاباتی باشد، فهرست پیشنهادی کمیسیون انتخابات چند روز است در میان این کمیسیون و ریاست جمهوری ناپدید شده است. کمیسیون انتخابات تاکید دارد این فهرست را چند روز پیش به ریاست جمهوری فرستاده. اداره امور اما از این موضوع بی‌خبری می‌کند. تازه دیروز سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت این فهرست به گونه مستقیم به ریاست دفتر رئیس جمهور فرستاده شده است، در حالی که مرجع داد و گرفت مکتوب های ریاست جمهوری اداره امور است. حالا این گفته های ضد و نقیض با انتقاد جدی شهریان کابل روبرو شده است. آنان تاکید دارند اگر فهرست وجود ندارد، نباید کمیسیون انتخابات با شایع پراگنی و دروغ بافی اذهان مردم را مخشوش سازد. این با خاطر لیست میگه لیست نیست، این لیست نیست. اگر لیست وجود ندارد، اگر لیست وجود داشته باشه، در میدان نکشه با مردم، در تفاهی تلویزیون با مردم نشون میده. هیچ کسی مثلا در این زمینه هیچ کس بر کنار نمیشه. فقط هدف شان همیست که مردم غریب و مردم فقیر فریب بتن. فقط هدف شان همیست، دیگه هیچ هدفی نداره. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این فهرست شامل مقام های دولتی است که در انتخابات مداخله کرده اند. اما یک عضو این کمیسیون نیست از این فهرست اظهار بی‌خبری میکند. ما از فرستادن لیست ما شخص خود ما آگاهی نداریم و در مجموع اکثر کمیسیون کمیشنر صاحبای هم که در کمیسیون هستند، ما که سر ازی بحث کردیم روز هفتم، از فرستادن چنین لیستی که ما آگاه باشیم که حالا در لیست کی ها هستند آگاهی نداریم. این مرد هم که مدیریت انتخابات ریاست جمهوری 2009 رو بر عهده داشت، بحث موضوعات شخصی را در این موضوع دخیل می داند و این کار کمیسیون را زیر پرسش می برد. اگر کدام کاتب سر کاتب پس کنند، کس دیگر اینا پس کرده نمی تانند. من که خبر دارم از جریان یک مشکل به امرای بین والیس به هرات پیدا شده، همطور که میشیندم نام از اینا گفته شده و اینا اطلاعات ما که می رسانه. خدا کنه چیزایی که به من رسیده دروغ باشه. چرا نمی کنید؟ جرأتش نداره یا دلایل قوی نداره. با این حال دیده شود که سرانجام این فهرست از کجا سر بالا خواهد کرد و اصلا به چنین موضوعی در روزهای آینده پرداخته خواهد شد و یا مانند ده ها مورد دیگر تنها به حد رد و بدل شدن صحبت ها باقی خواهد ماند. اگرچه پیشتر رئیس کمیسیون انتخابات هشدار داده بود که در صورت برکنار نشدن این افراد نام آنها را فاش خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی از مردم میخواهد تا در 24 جوزا برای باثبات سازی کشور همانند دور نخست انتخابات به گونه گسترده پای صندوق های رای بروند و زعیم آینده ایشان را انتخاب کنند. مردمان کشور نیز تاکید دارند که هیچ مشکل مانع اشتراکان در انتخابات نمی شود و برای تامین ثبات در کشور در دور دوم انتخابات اشتراک می کنند. زکریا حسنی و گفته های رئیس جمهور کرزی. مردم افغانستان، حماسه دور نخست انتخابات را تکرار کنید. انتظاری که خیلی ها از مردم کشور دارند. حالا رئیس جمهور کرزی در پیام رادیویش از مردم خواسته است تا برای ثبات و کامیابی افغانستان یک بار دیگر در 24 جوزا و پای صندوق‌های رای روند. برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم هموطنان عزیز، برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهیم و افغانستان را سرفراز و کامیاب و به طرف آینده خوش سوق دهیم. از سوی هم آقای کرزی از اینکه مردم در دور نخست انتخابات خطر را به جان خریدند و با انگشتان آبی رفتند تا آسمان آینده ایشان را نیز آبی سازند قدردانی می کند. دور اول انتخابات به افغانستان در انظار عامه جهان عزت و افتخار بخشید و این عزت و افتخار به دلیل آن به افغانستان آمد که شما مردم افغانستان هر کدامتان با قبول خطرات و زحمت به پای صندوق‌های رأی رفتید، افغانستان را به حیث کشور مردم سالار به جهان معرفی کردید. حالا اینجا در میان مردم نیز به نظر می‌رسد انتظار برای رأی دادن و انتخاب رئیس جمهور آینده بیشتر شده است. انتظار برای دست یافتن به یک آینده بهتر. اگر انتخابات واقعاً
شفاف باشه این خواستای ما عملی میشه. انتخابات سرنوشت یک کشور و یا یک ملت هم میسازه، چون ما میخواییم من حیث یک محصول در انتخابات سهم بگیریم، رای بتیم. گاه شمار نشان میدهد که تا برگزاری انتخابات دور دوم تنها 14 روز باقی مانده است، روزی که مردم با دستان خود سرنوشت خود و کشورشان را رقم خواهند زد. اما از همین اکنون تاکید بیشتر بر این است که کمیسیون های انتخاباتی نباید با آرای مردم بازی کنند. اتاق تجارت و صنایع هشدار می‌دهد که اگر تا 22 جون قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم تصویب نشود، افغانستان در انزوای مالی جهان قرار خواهد گرفت و تحریم‌های جامعه جهانی به افغانستان از ایران بدتر خواهد بود. این نهاد نبود این قانون را برای بازرگانان و صنعت یک فاجعه می‌داند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. روابط بازرگانی کشور با بانک‌های چین نزدیک به 2 میلیارد دلار می‌رسد. حالا به تازگی بانک های چین داد و ستدش را با بانک های کشور به تعلیق درآورده، کاری که بازرگانان را به مشکل جدی روبرو کرده است. حالا نمی شود بدون خدمات بانکی روابط بازرگانی با این کشور را نگه داشت. هفته پیش بانک های چین این تصمیم را گرفت و این کارشان تنها یک دلیل دارد، تصویب نشدن قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم، قانونی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس و انتقال غیرقانونی پول جلوگیری می کند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که به دلیل تصویب نشدن این قانون، افغانستان در فساد داری مقام نخست را در جهان گرفته است. اگر ما در لیست سیاه برویم، اینا هیچ گونه انتقال پولی ما را اجازه نمیتن و در هر جمع که باشه بلاک میشه یا به اصطلاح دولت تعلیق درمیه. به این خاطر بر تجارت ما، بر صنایع ما یک فاجعه است. برخی نمایندگان مجلس وعده می دهند که هفته آینده این قانون تصویب خواهد شد و نیز هشدار می دهند که اگر افغانستان در فهرست سیاه صندوق وجهی پول قرار گیرد، مسئولیت آن به دوش دولت است، زیرا قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را در زمان معین به مجلس نفرستاده است. پیکر اقتصادی تمام بانک های خصوصی ضربه وارد شده و اگر زیادتر به طریق برسه بهتر به شما معلوم است به مجلس بلاک رسم افغانستان و مسئول از حکومت است که حکومت روی کدام انگیزه و دلایل در از یکنوس به پارلمان روان نکرد. پارلمان در ایجا که تقصیر مسئولیت ندارد. در ظرف نیمی هفته به ما رسید و در هفته آینده ما مطمئن نبتیم به نظر به اساسیت موضوع و منافع اولیای کشور تمام و کلیسابات به تصمیم میکنند. پیش از این کمرس بانک جرمنی که با 6 بانک کشور خدمات بانکی انجام میداد، بنابر همین دلیل حسابات دلاری اش را بسته کرد. این حسابات در آن زمان به 2 میلیارد دلار می رسید. نظام مالی تمامی کشورهای جامعه جهانی را همین قانون اداره می کند، اما تنها افغانستان کشور است که تا هنوز قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را تصویب نکرده است و این کار سبب شده که نظام بانکی کشور به فهرست سیاه تمامی کشورهای جهان نزدیکتر شود. تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بیرون کردن سربازانش در سال 2016 از افغانستان یک بار دیگر با انتقادها و نگرانی همراه شده است. فرماندهان پیشین آمریکایی این تصمیم را یک اشتباه بزرگ گفته و تاکید دارند که این اقدام به طالبان فرصت می‌دهد که بار دیگر حملاتشان را در افغانستان شدت دهند. مهمترین ها از یک در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان تشکر و وقتتان خوش. بقیه شبتان خوش.